سلام درود به یاران عزیزم، با آرزو توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، چند روز به پایان سال 1401 خورشیدی باقی مونده. امسال سال مبارزه بود، سال اوج و اعتلاء مبارزه بود. روز گذشته سه‌شنبه ایرانیان در سراسر شهرهای ایران با شکوه و جلال و جبروت به بزرگداشت مراسم جشن سوری پرداختند. جشن سوری که چنان که عرض کردم خدمتتون، از مراسم آیینی بسیار کهن در ایران، یعنی جشنی آکنده از سرور و شادمانی و پایکوبی برای انرژی گرفتن از آتش. سرخی تو ای آتش از آن من و زردی و نارسایی و ناتندرستی من در آتش بسوزه. خلوص، صفا و سلامتی باقی بمونه. این روز رو ایرانیان همیشه جشن گرفتند علی‌رغم ادعای همه مدعیان. اشخاصی هستند به نام مراجع تقلید حکومتی که هر سال اینها رو میارن بهشون تریبون میدن تا برگزاری مراسم جشن سوری رو در سه‌شنبه شب آخر سال حرام اعلام کنند و به همین دلیل ایرانیان بیشتر به بزرگ داشته این مراسم آیینی کهن میپردازند. سالی که گذشت سال اعتلاء مبارزه بود، مبارزه عظیم. زندگی مبارزه است. زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و بگداختن است برای اینکه خالص بشه. کما اینکه عرض کردم که می‌فرماید ان هذا لهو البلاء المبین، اون آزمون ابراهیم در عبور از آتش یک سنجش بسیار بزرگ بود. در سال 1401 این مبارزه بی امانی که فرقه حکومتی بر پیروان مکتب عرفان واقعی، بر پیروان مکتب حق شناسی تحمیل می کرد، شاهد بیان نکات بسیار مهمی درباره عمق کینه کهنه و خصومت رهبر نظام نسبت به مؤسس بنیان و بنیاد عرفان واقعی مکتب حقشناسی بود. رهبر نظام در ماه پایانی سال 1401 صحبت از رقیمه‌ای کرد که در اردیبهشت ماه 1369 توسط جناب آقای دکتر نورعلی تابنده گنابادی تحریر و تقریر شده بود و توسط 305 متفکر ایرانی در ایران و در خارج ایران امضا شده بود و به تایید رسیده بود و ایشان و 22 نفر دیگر از یاران و دوستان و همفکران ایشان در همون سال 1369 دستگیر، محاکمه و زندانی شدند و بعضی هاشون مجبور به انجام اعتراف تلویزیونی شدند در صدا و سیمای قضایی فرقه حاکم بر ایران. بعد از 32 سال رهبر نظام دوباره یاد همون اتفاقی افتاد که در ذهن و ضمیر ایشون کینه کهنه و عمیقی بر جا گذاشته نسبت به اقدامات مبارز جویانه، خشونت پرهیزانه، آزادی طلبانه جناب آقای دکتر نورعلی تابنده گنابادی، مؤسس مکتب عرفان واقعی حق شناسی و یاران ایشون.
در زمانی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده این مقاله رو مرقوم فرمودند، طریقت گنابادی زیر چتر قطبیت برادر ایشون جناب آقای سلطان حسین تابنده رضا علی شاه بود. نظر به این که بعد از بازسازی حسینیه امیر سلیمانی که در آتش جهالت دشمنان معرفت سوخته شده بود و بازسازی شده بود، اماننامه‌ای توسط دادستان کل انقلاب وقت محمدی گیلانی به تمام نیروهای نظامی و انتظامی و قضایی صادر شده بود که احدی حق تعرض به رئیس الفقرا جناب آقای سلطان حسین تابنده گنابادی و متعلقان ایشون نداره و همین دلیل به لحاظ درویشی فشاری وارد نمی شد در اون زمان. اما در همون زمان بود که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده بازداشت، محاکمه و محکوم به زندان و حبس در محبس اوین شدند. اما مبارزه ایشون از کجا ناشی می شد؟ از اینجا که ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، یعنی اگر خداوند بعضی از مردم رو که اهل باطل و اهل ظلم و ستم و حق کشی هستند به بعض دیگری که حق طلب و مبارز در سنگر حق و حقیقت هستند دفع نمی کرد، این سنت خداوند وجود نمی داشت، زمین، جهان، هستی به فساد کشیده می شد، نظمش به هم می خورد. به همین دلیل عده‌ای هستند که از حق دفاع می کنند و این مبارزه مبارزه دامنه‌دار و ادامه‌دار و بلا انقطاعه، یعنی جدل خیر و شره، جدل نور و ظلمته، جدل حق و باطله. چنان که در قرآن مجید می‌فرماید لهو دعوت الحق، یعنی نمایندگان خداوند از طرف خداوند به حق دعوت می‌کنند برای تحکیم جبهه حق در برابر باطل دعوت می‌کنند، مکتبی دایر میکنند برای اینکه حق رو آموزش بدند و تکلیف رو مشخص بکنند و باطل رو در برابر حق معین بکنند و روح سازشکاری و تسلیم طلبی در برابر باطل رو از ذهن و ضمیر پیروان مکتب حق بزدایند تا به صورت خشونت پرهیزانه از حق دفاع بکنه. به این دلیلی که قرآن می‌فرماید ولهو دعوت الحق، یعنی دعوت به جبهه حق در برابر باطل از طریق کسانی که دل به خدا سپردند انجام میشه. بحث بحث عمل مبارزه و برزو، یعنی رویارویی دو جبهه، به این میگم مبارزه. نه اینکه در حالت انفعالی یه نفر تو خیال خودش بدونه که کی حقه کی باطله ولی حال من کار ندارم. لهو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الى الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. یه نفر دستشو دراز میکنه برای این که مشتی آب برداره و به دهنش ببره و رفع آتش بکنه از خودش، اما به سمت سراب وقتی آدم دستش رو دراز میکنه هیچ وقت به آب دسترسی پیدا نمیکنه، آبی در دستش قرار نمیگیره که بخواد بهش رفع آتش بکنه. و جبهه باطل به این ترتیب چیزی جز خسران و زیانکاری در دنیا و آخرت نصیب اون کسی که در سمت باطل یا در سمت سازشکاری و مماشات با باطل حرکت میکنه
نصیبش نمیشه. نه آبی به دست میاره و نه آبروی براش میمونه. همه رو یک جا میبازه. کذالک یضرب الله الحق والباطل. خداوند ارائه میده حق چیه، باطل چیه و چه مرزبندی بینش وجود داره. پیغمبری بوده به نام شموئیل از پیغمبران بنی اسرائیل و ایشون مردم زمان به دور ایشون جمع میشن و میگن که ما از هر جانب و از هر سمت و سو توسط جباران داریم مورد آزار و ستم و حق‌کشی قرار میگیریم، شما یه فکری برای وضعیت ما کن. ایشون هم یک سپهسالاری رو معین میکنه به نام تالوت و میگه که تحت فرمان و امر ایشون باشید تا تمشیت امور شما رو انجام بده و نذاره بیشتر از این به شما ظلم و ستم بشه و حق شما بالا کشیده بشه به باطل. اما یه عده‌ای میان میگن ما نمیتونیم سپهسالاری و سرفرماندهی تالوت رو پذیریم و شموئیل میگه که باید بپذیرید و تالوت لشکری فراهم میکنه، سپاهی درست میکنه، حرکت میکنن، میرسن به یک رودخانه. در اونجا تالوت میگه هر کسی میتونه به قدر یک کف دست آب برداره و بنوشه، کسی که بیشتر از این آب بنوشه تحت فرماندهی من نیست و من هم دیگه با او کاری ندارم. خب عده‌ای بسیاری گوش به نصیحت تالوت نمیدن و تالوت دستور حرکت میده به اون عده اندکی که در خدمتش بودن. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. و اینها میان به میدان مبارزه و از طرف لشکر جباران نیروی بسیار عظیمی اومده بود و سرفرمانده اونها یک پهلوانی بود به نام گولیات، یک آدم قول پیکری بود که بهش میگفتن جالوت. و این یک تنه اومد به جنگ تن به تن در میدان و گفت کی هماورد منه، بیاد با من رویاروی بشه. و در این میانه داوود وارد شد و ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. بر سپاه دشمن ضعف و فتور و پراکندگی غلبه کرد و متواری شدن و خداوند به داوود فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق. مبارزه قانونمنده، کمیت عددی، تعداد نفرات و تجهیزات اهمیت درجه اول نداره، اراده مبارزه است که اهمیت درجه اول داره. این اون درسیه که این آیات شریفه قرآن مجید به ما میده. سال 1401 مبارزه‌ای که شروع شده سالهاست، دهه هاست، ادامه پیدا کرد و به اوج اطلاع خودش رسید. در مکتب عرفان واقعی ما میآموزیم که فاذا عرفت فعمل ما شئت. یکی از برادرانمون امیر علی خان لباف در راه این مبارزه پا در میدان گذاشتند، تحصن اختیار کردند و اعتصاب قضا کردند و اعتصاب دارو کردند برای اینی که افکار عمومی رو از رخوت و بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی در بیارند، برای اینکه بیدار کنند افکار عمومی رو. مهم بیدار کردن افکار عمومیه. نظام حاکمه همیشه ظلم میکنه، میگه دارم عدل میکنم، حق مردم رو به باطل میخوره، میگه من مدافع حقوق مردمم. چرا؟ برای اینکه میخواد افکار عمومی رو بی تفاوت و منفعل نگه داره. میگه اینجا داره حق کشی میشه، ولی همه جا داره حق کشی میشه. بله یه مشکلاتی وجود داره، کسی اینو انکار نمیکنه، ولی همه جا این مشکلات وجود داره، عادی سازی میکنه. به همین دلیل اون کسی که میخواد مبارزه در راه حق علیه باطل
بر اساس مکتب عرفان واقعی حق شناسی بکنه، هدفش بیدار کردن افکار عمومیه، خارج کردن افکار عمومی از انفعال و فعال کردن اون در جهت حق. و ما مشاهده میکنیم که حرکت برادر مبارزمون امیر علی خان لباف مؤثر واقع شد، یعنی رسانه ها پوشش دادند به حرکت ایشون، به اعتراض ایشون، به تحسن ایشون، به اعتصاب غذای ایشون و به اعتصاب داروی ایشون و خواسته های ایشون رو مطرح کردند. این یه دستاورد بزرگ بود. در کشوری که ایشون در اونجا پناهنده سیاسی هستند و باز مشاهده میکنیم که در اسفند ماه برادر مبارز ما وحید خان بهشتی مدیر مسئول رسانه مردمی دور تیوی پا در راه مبارزه گذاشت. ایشون مبارزه قانون مدار، مبارزه خشونت پرهیز، ایشون دست به تحسن و اعتصاب قضا زد برای مطرح کردن خواسته های مردم ایران و مردم جهان با هدف تنویر افکار عمومی، با هدف بیرون آوردن افکار عمومی از حالت انفعالی. و ایشون در سنگر خودش پافشرد برای اینی که صداش به گوش مردم برسه. این مبارزه است، مبارزه هدفمنده و مبارزه قانونمنده و مبارزه خشونت برگیزه، مبارزه ای که قانون ازش حمایت میکنه، قانون در کشورهای دموکراتیک. و این حرکتیه که چون هدفمنده تا دست نیافتن به اون هدف قایی ادامه پیدا میکنه. این مبارزه به پیروزی میرسه. چرا؟ چون اراده شکست ناپذیری پشتش قرار داره، اراده پشتش قرار داره که نمیشه باهاش مماشات کرد، که نمیشه باهاش سازش کرد، که نمیشه اونو خرید، که نمیشه تهدیدش کرد، نمیشه تطمیعش کرد. کسی که دست به اعتصاب قضا و تحسن میزنه از بسیاری چیزها صرف نظر کرده و پا در میدان مبارزه گذاشته، اونو دیگه نمیشه با تطمیع و تهدید از میدان بیرون کرد. این نحوه مبارزه رو ما در مکتب عرفان واقعی، از مؤسس مکتب عرفان واقعی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده آموختیم. ایشان مکررن کسانی رو که تحت تعلیم و تربیت ایشون بودند تشویق می‌فرمودند به آشنا شدن، درس گرفتن و بهره بردن از زندگی مهاتما گاندی. مهاتما گاندی یک حقوقدان بود، یک وکیل مدافع بود مثل خود جناب آقای دکتر نورعلی تابنده. برای حق شروع به مبارزه کرد و از خودش مایه گذاشت. مبارزه خشونت پرهیز و قانون مدارانه. هر ترفندی زدند که ایشون رو از میدان مبارزه خارج بکنند، ایشون سر موضع خودش ایستادگی کرد. افکار عمومی در انگلستان و در جهان بیدار شد. ایشون رو دعوت کردن به سازمان ملل متحد برای اینکه از حقوق مردم هندوستان دفاع کنه و استعمار رو محکوم کنه. ایشون یکی نمونه بود از مبارزان جبهه حق در برابر باطل. نشون داد که این امر شدنیه و این مبارزه پیروز میشه. ولولا دفع الله الناس
بعضهم به بعض لفسدت الارض. مسلماً امپراتوری بریتانیای کبیر در اون زمان به لحاظ عده و عده، نیروهای تسلیحاتی و تجهیزاتی صدها هزار برابر یک فردی به اسم مهاتما گاندی قدرت داشت. اما میزان اهمیت حمایت افکار عمومی در سطح بین المللی رو نمیشه نادیده گرفت. بسیار مهم و گاندی پیروز شد. فقط ثبات قدم و اراده آهنین میخواد. جناب آقای دکتر نورعلی تابنده ناجوان مردانه در سوم دی ماه 1398 شربت شهادت نوشیدند و به عالم اعلا عروج فرمودند. اما مکتب ایشون به جا مونده و شاگردانی که در مکتب ایشون تربیت شدند این راه رو ادامه میدن و شعله این مبارزه رو برافروخته نگه داشتند. و ان هذا لهو البلاء المبین، اینجا آزمون و سنجش سختی در پیشه. البته در تمام طول این مدت، مدت سه دهه از 1369 تا به امروز، بازوی سرکوبگر فرقه حاکم بر ایران یعنی دستگاه بسیار پیچیده ضد امنیتی اطلاعاتی سپاه پاسداران، انواع روش‌ها و ترفندها رو در این مبارزه بر علیه پیروان مکتب عرفان واقعی به کار گرفته و در هر مقطعی که دچار وقفه شده یک ترفند جدیدی به کار زده و آخرین ترفندی که در سال 1401 مورد استفاده قرار داد، پرونده سازی در محاکم بین المللی در کشورهای مختلف جهان در دو سوی اقیانوس بود. غافل از این که این مسیر حقوقی و قضایی و قانونی مسیریه که انجمن پاسداشت حقوق بشر که فعالانش از شاگردان مکتب عرفان واقعی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده بودند و هستند، سالهاست در این زمینه داره فعالیت میکنه. سالهاست، یعنی گروه وکلای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر سالیان سالی که داره از حقوق هموطنان تحت سرکوب و شکنجه و تنوعهای آیینی و قومی در ایران در مجامع بین المللی داره دفاع میکنه. اینها خواستن انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر و پیروان مکتب عرفان واقعی رو در میدانی وارد مبارزه بکنن که میدان مبارزه اونهاست و البته نتایج این مبارزات حقوقی و قانونی بر علیه پرونده سازی ها و اتهام زنی های وابستگان سپاه پاسداران در چهار گوشه جهان به دقت به عرض عزیزان خواهد رسید، به اطلاع افکار عمومی رسانده خواهد شد و این مبارزه همچنان ادامه داره. کسی که وارد میدان مبارزه میشه بر اساس اصل فإذا عرفت فعمل ما شئت عمل میکنه، یعنی به درک این ضرورت نائل میشه که الان باید وارد میدان مبارزه بشه، تحصن کنه، اعتصاب قضا بکنه، اقدام بکنه تا افکار عمومی رو بیدار بکنه. در این راه باهاش مخالفت میشه، بهش ملامت میشه، ازش حمایت نمیشه، اما او بی توجه به تشویق و بی توجه به ملامت لائمین و بی توجه به خصومت‌های مخالفین توکل به خدا میکنه. فإذا عرفت
وقتی به معرفت حق رسیدی فعمل، عمل کن، ناشد اون چیزی رو که باید عمل کنی و میخوای عملش بکنی. کافی نیست آدم در ذهنش بگه این حق اون باطله، این کافی نیست، این چیزی رو عوض نمیکنه. این پروسه تغییره که عوض میکنه، یعنی به فعلیت در آوردن اراده. این اهمیت مکتب مبارزه است. این اون چیزیه که ما از جناب آقای دکتر نورعلی تابنده، واضع مؤسس و بنیانگذار مکتب عرفان واقعی، آموختیم که ربطی به هیچ نوع فرقه گرایی و شخصیت پرستی و شخص پرستی، به هیچ نوع اوهام و خرافات و خیالات نداره. پویا و رویا، متحرک، زاینده و پوینده است. ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. موج ز هم رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. پس این ناملایمات، تمام مشکلاتی که وجود داره و قابل بیان نیست، تجربه میشه برای کسی که وارد میدان مبارزه شده. همون مقوله‌ای که قرآن مجید میفرماید ان هذا لهو البلاء المبین، این آزمون و سنجش بسیار بسیار پیچیده و دشوار و آشکاری. یعنی کسی که وارد پا در میدان مبارزه میذاره، میبینه بحث و جدل و مجادله های رواقی و اسکولاستیک و حجره‌ای کار رو به جایی نمیرسونه. باید وارد عمل شد. فاذا عرفت فعمل ما شد. با اوهام و خرافات و خیالات هیچ چیزی تغییر نمیکنه. شما یک کاسه آب رو نمیتونین با صد هزار خروار روایات و خرافات و خیالات و اوهام جوش بیارین. نیاز به پروسه عمل داره. پس در مکتب عرفان واقعی مبارزه نبرد اراده هاست. دانایی در مکتب عرفان واقعی، حقشناسی، منبع توانایی، سرچشمه توانایی. توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. اینها اون اسراریه که شاگردان مکتب عرفان واقعی از زبان استاد خودشون جناب آقای دکتر نورعلی تابنده تعلیم گرفتند و در مکتب ایشون تربیت شدند و در این مسیر در تحرک، حرکت، پویش و پایش هستند. آیه شریفه 17 سوره الرعد می‌فرماید انزل من السماء ماء فسالت اوبیت به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. در این آیه 17 سوره الرعد دو مثال زده میشه، یعنی آب و آتش، مثال آب و مثال آتش، که هر دو تولید کف میکنند. آبی از آسمان میاد، سیلی به راه میفته، از ظرفیت رودخانه ها و
مسیلها عبور میکنه و همه جا رو میگیره. دلتای رودخانه ها که حاصل خیزترین اراضی برای کشت و کار بوده توسط همین سیل ها و در بستر این مسیل ها درست میشده. اما وقتی این آب میاد تا اون دلتا رو بسازه تا حاصل خیزی رو با خودش به ارمغان بیاره، چیزی که میمونه و محل زندگی و رویش حیات میشه همراه با این جریان توفنده آب، حباب هایی هم روی آب درست میشه. حباب های پوچ، حباب های خالی، زبد رابی. زبد رابی یعنی حباب تو خالی، یعنی کف های پف کرده. اینها در سطح ظهور پیدا میکنه. وقتی سیل و این جریان به حرکت در میاد با خودش حاصل خیزی میاره، با خودش تغییر میاره، با خودش رویش میاره، زمینه شکوفایی جوانه ها رو فراهم میکنه. اما یه حباب هایی هم در سطح اون سیل ظاهر میشه، خیلی زیاد. در تغییرات اجتماعی هم همینطوره. وقتی سیل تغییر به حرکت در میاد از گوشه و کنار دعاوی بسیار زیادی بلند میشه از هر سمت و سو. آتش هم همین کار رو میکنه در این مثالی که بیان شده. یعنی وقتی فلز رو میخوان تخلیصش بکنند، بوته هایی درست میکنند و اون سنگ ناخالص حاوی طلا رو در اون بوته قرار میدن، اون رو روی آتش میذارن و طلا حالت میعان بهش غلبه پیدا میکنه. ناخالصی ها از طلای پر عیار سوا میشه. اما در همون حال وقتی این میعان در حال قلقل کردنه، حباب های روش ظاهر میشه مثل همون سیل. این حباب ها پر سر و صداست اما پوچه. اینها به نتیجه منتج نمیشه، اینها ناپایداره. اون چیزی که پایداره و میمونه اون طلای خالصه که از آزمون آتش خارج میشه. آب و آتش هر دو ایجاد غلیان میکنند و با خودشون ثمره میارند و در هر دو حالت یه حباب هایی هم در سطح ظهور میکنه، پر سر و صدا، خیلی زیاد. تزاحم و تخاصم هم بینشون میفته. اما اینها پوچند و رفتنی هند. و یضرب الله الامثال للناس. اینها دوتا مثاله که در این آیه 17 سوره الرعد بیان شده. اون کسانی که در عرصه میدان مبارزه از خودشون مایه میذارند، هدفمندانه، قانونگرایانه، خشونت پرهیزانه، به توفیق الهی مبارزشون به نتیجه خواهد رسید. این سال 1401 رو در ادامه این مبارزه خستگی ناپذیر و ایستایی ناپذیر به توفیق الهی به پایان میبریم و سال 1402 رو پیشاپیش به همه هموطنان و همه علاقمندان به فرهنگ ایران شهری تبریک عرض می‌کنم. خدا ایران رو از ویرانی، خشکسالی، دروغ، نفاق حفظ کنه. خدا یار و یاور شما باشه دوستان عزیز. Hallelujah.